سرخط خبرها. افزایش غصب زمین و هشدار رئیس جمهور. رئیس جمهور غنی میگوید به هیچ کس اجازه غصب زمین را نخواهد داد. کوههای کابل، دریای کابل و تمام اهالی کابل تعلق داره، هیچ زورگو اینا را گرفتن نمیتونه. واگذاری مارجع به طالبان تکتیک نظامی یا خیانت ملی. فعالان جامعه مدنی میگویند وزیر دفاع باید استعفا دهد. کودکان و زنان هدف حمله طالبان. در حمله به منزل یک عضو مجلس 8 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. حتی میشه مخکز خبرو مشوره امنیت هم خبرو کردی و امنیت ملت هم خبرو کردی. به نام خدا، سلام، شامتان بخیر. به مجمع خبری 5:31 خوش آمدید. ما درخشان صدیقی هستم. زمین و تپه های شهر کابل مربوط به همه شهروندان است و به هیچ زورمند اجازه غصب آن دادن نخواهد شد. رئیس جمهور غنی میگوید که با جذب اعتماد مردم، حکومت وحدت ملی هر کار بزرگ را انجام خواهد داد و هدفش تامین عدالت است و زندگی در بحران را پذیرفتنی نمیداند. شما و گزارش از تمیم شهیر. آنچه به نظر می رسد فاصله میان حکومت و مردم است. رئیس جمهور غنی در حال از تامین عدالت عمومی صحبت می کند که رسیدگی به ادای تجاوز جنسی احمد اشجی از جانب معاون نخستش آزمون بزرگ بر حکومت او می باشد. همه امور اساس دین مبین اسلام بر اساس تامین عدالت گذاشته شد. او هر چیره چه عدالتی لمشکلات نواتلیش. نو یو عادل نظام جوړول ایمو گوتاسو اساسی هدف. زندگی در بحران دوامدار که 40 سال گذشته ما دو بودیم مورد قبول ملت و ما نیست. ما باید بحرانه از این مملکت به ختم برسانیم، نه ای که بحرانه را دوامدار بسازیم. مردم افغانستان، مردم با عظمت افغانستان ضرورت دارند که سر آینده مطمئن شوند. رئیس جمهور به زورمندان نیز هشدار می‌دهد که زمین یا تپه را در شهر کابل غصب نخواهند توانست. وی تاکید دارد که بیش از 1 میلیون پناهجوی کشور به افغانستان برگشتند و نیاز به سرپناه دارند. تپه های کابل، کوه های کابل، دریای کابل با تمام اهالی کابل تعلق داره، هیچ زورگو اینا را گرفته نمیتونه. و همچنین حفظ ساحات تاریخی ما. کابل تاریخ داره. هدف ما کابل است که مثل دوران بابر تا شاهزمان و اینا هر شاعر دری زبان و پشتو زبان در وصفش اشعار میگفت. امروز وقتی که سر کابل شعر میگن تنها شکایت و شکوست، اما انشالله بدل میشه. ظاهراً این نشست به هدف برگشتاندن پولهای مردم برگزار شده است. 107 میلیون افغانی پول که کارمندان پیشین وزارت امور شهرسازی از باشنده های مکروریان چهارم در ساخت ساز بلاک های جدید این منطقه اضافستانی کرده بودند، حالا این مقدار پول به مردم دوباره پرداخته می شود. مالکی هر آپارتمان با در نظر داشتی مساحت آپارتمان ها حدود 250 تا 450 هزار افغانی پول بیشتر دریافت شده و به صدور قباله برای مشتریانی که تا اکنون قباله دریافت نکرده بودند جمعاً حدود 107 میلیون افغانی به صورت غیر قانونی از آنها تحصیل می‌گردید. شمار از کارمندان پیشین وزارت امور شهرسازی در پروژه های بلاک های جدید مکروریان و خوجرواش متهم به فساد میلیونی هستند، به شمول 6 کارمند این وزارت که پرونده آنها در دادگاه است.
فعالان جامعه مدنی میگویند وزیر دفاع توان رهبری این وزارت را ندارد و باید استعفا دهد. این فعالان جامعه مدنی از رهبران حکومت میخواهند با طراحان برنامه تسلیم ولسوالی مارجع به طالبان باید برخورد جدی کنند. در این حال باشندگان کابل نیز تاکید دارند که به دلیل ضعف مدیریت وزیر دفاع کنونی دامنه ناامنی ها در کشور افزایش یافته است. عماد رستایی با جزئیات بیشتر. ناتوانی مدیریت وزارت دفاع سبب فلج ماشین جنگی کشور شده است. ادعای شماری از فعالان جامعه مدنی و باشندگان کابل. عبدالله حبیبی 7 ماه است که به عنوان وزیر دفاع ملی تعیین شده. وزیری که به باور فعالان جامعه مدنی توان رهبری جنگ و مدیریت این وزارت را ندارد. متاسفانه وزارت دفاع افغانستان ماشین جنگیش به کلی واقعا داره آهسته آهسته از هم میپاشه و ضعیف میشه و این برمیگرده به مو رهبری بسیار بسیار ضعیف وزارت دفاع و دیگر سکتورهای امنیتی ما. متاسفانه ما در این قسمت واقعا بیش از اینکه یک برد خوب داشته باشیم یک باخت کلان داریم. اسنادی که به همین تازگی تلویزیون یک به آن دست یافتن نشان می‌دهد که رهبری این وزارت تلاش داشته تا نیروهای امنیتی از ولسوالی مارجع ولایت هلمند بیرون شوند و شماری از تجهیزات نظامی را نیز در همان جا بگذارد. این کار با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. این آدم‌ها پشه و کسای دیگه بیای مدیریت کار پیش بگیرن و نمانن که وطن ما رو به تجزیه بره. یکی از خواستها از رهبران حکومت وحدت ملی این است که آنان باید برنامه تسلیم دهی ولسوالی مارجع به دست طالبان را به گونه جدی بررسی کنند و با گیرندگان این تصمیم برخورد جدی کنند. باید با عاملین که روی این طرح کار کرده و میخواهد یک چنین اقدام داشته باشه جدا برخورد بکنه. افغانستان فاقد کادر نیست. افغانستان مشکلش دهیست که از کادرهای بسیار ورزیده که داره استفاده صورت نمیگیره. با تاسف باید بگویم که با آمدن وزیر دفاع جدید هیچ گونه بهبود در وضعیت ارتش رونما نشده. باشندگان کابل نیز خواهان برکناری وزیر دفاع هستند و باور آنان او در مدیریت اوضاع امنیتی کشور ناتوان بوده است. کسی که لایه وظایف خود تعیین لایه وظایف خود درست انجام داده نتونستن بالکل، یعنی ما باعث یک شهروند ما گفتم میتونم که باید استعفا بدم. کنترل درست نداره و کال به حال کار سپرده نشه، چون با واسطه ما بر قسمی که اومده ما هستیم که استعفا بدم. نظامیان کشور سال دشواری را پشت سر گذشتاندند. نیروهایی که با اندکترین امکانات نظامی رسمیدند، اما به باور آگاهان ناتوانی مدیریت در سطح بلند این نیروها باعث شده تلفات این نیروها افزایش یابد و گاه شکست های سنگین را در میدان های نبرد تحمل کنند. تصمیم واگذاری ولسوالی مارجع هلمند به طالبان خیانت ملی است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان تاکید دارند که بیرون کردن تمام نیروهای امنیتی از یک ولسوالی بدون هیچ نوع جنگ و درگیری نشان می‌دهد که حلقه های در دولت به نفع طالبان کار می‌کنند. همزمان رئیس کمیسیون دفاعی مجلس سنا هشدار می‌دهد که مارجع یک منطقه راهبردی است و طالبان با ایجاد یک پایگاه قوی در آن دیگر بخش‌های هلمند و ولایت های جنوبی را تهدید خواهد کرد. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. خبر تصمیم برای بیرون کردن تمامی نیروهای امنیتی از ولسوالی مارجع هلمند و واگذار شدن این ولسوالی به طالبان بسیاری ها را شوکه کرده است. بر بنیاد یافته های تلویزیونی یک، وزارت دفاع ملی تصمیم گرفته است تمامی نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی مارجع آنجا را ترک کنند. تصمیمی که مارجع را در اختیار طالبان قرار می‌دهد و تجهیزات و جنگ افزارهای زیاد هم به این گروه باقی خواهد ماند. این خودش یک خیانت بزرگ و جز خیانت ملی است که قلمرو حکومت فرق نمی‌کنه ولایت باشه یا ولسوالی باشه، بدون جنگ بدون فشار در یک تبانی سیاسی دور از انظار و افکار عمومی مردم افغانستان تسلیم دشمنان نظام شود. این فوق العاده یعنی جزء مصادیق خیانت ملی است. اما براسی دلیل چنین تصمیم چی بوده میتواند؟
نشان میده که دولت افغانستان در چوکات دولت حکومت افغانستان کسانی هستند که برای طالبان جایگاه و پایگاه ایجاد میکنه که مرجع یکی از نشانه هایی است. از نظر نمایندگان هلمند در شورای ملی، مرجع یکی از کلیدی ترین و راهبردی ترین ولسوالی های هلمند است. یکی از بزرگترین تلاش های طالبان در فصل جنگی امسال تلاش برای ایجاد پایگاه دائمی در هلمند و انتقال شورای کویته به این ولایت بوده است. چیزی که نهادهای امنیتی بارها گفتند که این تلاش ناکام مانده است. حالا اما با تصمیم واگذاری مرجع، بزرگترین نگرانی ایجاد پایگاه دائمی طالبان در این ولسوالی است. مرجع ولسوالی الکیدل طالبان ته د هلمند نظامی پریک سره مطلقا مشتکاری او د مشر تایید ور نه ده. دا یو مهم او یو ستراتیژیک ولسوالی و چې د هلمند لپاره ډیر مهم ځای او د طالبانو لپاره ډیر مهم او د پاکستان سره د ایران سره چې کوم دوی روابط لري مهمات وي شان را انتقالی پر دې لارې باندې او دا به د دوی مرکز جوړ شي لکه مساکله او بغران چې جوړ. جنگ هلمند همواره پیچیده و مغلق گفته شده است. جنگ هلمند جدا از طالبان همواره با مواد مخدر و فساد مقام‌های دولتی و نظامی افغان در این ولایت پیوند خورده است. حمله مردان مسلح بر منزل میرولی نماینده ولایت هلمند در مجلس نمایندگان 8 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. در میان کشته شده ها 2 کودک و در میان زخمیان 2 زن نیز شاملند و این افراد اعضای خانواده این عضو مجلس بودند. میرولی نماینده ولایت هلمند در مجلس نمایندگان این حمله را کار شورای کویته در پاکستان میداند و پافشاری دارد که مراجع امنیتی را از این طرح هراس افغانانه آگاه ساخته بود. طارق ساقی با جزئیات بیشتر. حوالی ساعت 6 شام دیروز 3 فرد مسلح با لباس ملکی به بهانه دیدار با آقای میرولی عضو مجلس نمایندگان از محافظان او اجازه ورود به منزلش را میخواهند، اما زمانی که محافظانش ممانعت میکنه 2 محافظش را در همینجا به قتل میرسانند و سپس وارد خانه او میشن. دوی چې کور ته داخل شول د کور د خاص خدلته د بعضو کسانانو وسلې ورسره وې، د هغو د دوی سره مقامات شروع کوي، بیا د دوی مخه یې ونیوله. د هغه نه بعد اجوکیل صاحب یو بل ځای ته انتقال شو، خپله پر دوی باندې ډزې وکړلې، پیرونه یې باندې وکړله، د دوی مخه یې ونیوله چې اجوکیل صاحب بل کور ته واوښتئ، بل ځای ته ځان ورسوئ. پس از به قتل رساندن 2 محافظ آقای میرولی، 3 فرد مهاجم انتحاری داخل حوالی آقای میرولی میشند و در این اتاق که آقای میرولی با مهمانانشان نشسته بودند وارد میشود. البته پیش از وارد شدن یکی از مهمانان که میخواستند مانع مهاجمان شود اینجا به قتل میرسد و آقای میرولی که در اینجا نشسته بودند از راه تشناب همین اتاق از خانه بیرون میشوند و به بیمارستان انتقال داده میشوند. یک موتر کورولای 2000 از طرف بالا آمدن طرف خانه وکیل صاحب، نزدیک خانه ازیک شدن، فایربازی شروع شد. 2-3 دقیقه آرام این 2-3 دقیقه بود باز فایر می شد. بیرون برآمدیم که 3 نفر مسلح در میدان خانه ما، 3 نفر مسلح، یک نفر میگه که تو مرا سلاحی تبیتی خودت برو. در میان کشته شدگان این رویداد پسر عبیدالله بارکزی نماینده ولایت اروزگان در مجلس نمایندگان نیز شامل است. پدرش میگوید پس از آنکه پسرش خبر حمله بر خانه میرولی را میشنود، با 3 محافظش برای کمک به منزلش میرود که در نهایت کشته میشود. مسلمان باید د مظلوم انسان د دفاع لپاره، د خور او د یتیم او د بیوزد د دفاع لپاره خپل قربانی ورکړي. زه په دې افتخار کوم، نه تنها دا چې هر ورځ موږ عسکر زموږ د ملي اردو سربازان د دې خاورې بچیان قربانی ورکړي، زما بچی تر هیڅ زیات نه دی، هم د دې خاورې بچی دی، درېغه چې د خپل ورونو په څنګ کې د هم وینې توی سوی او شخص زه په دې افتخار کوم. آقای میرولی که هنگام فرار از این رویداد پایش اندکی ضربه دیده، حالا در بیمارستانی در کابل بستری است. او مدعی است که این کار از سوی پاکستان طراحی شده و نهادهای امنیتی نیز در جریان بودند. حتی میشتیم مخی که خبرم با شورای امنیت هم خبر کردی و امنیتی ملیت هم خبر کردی. اغا زای معلوم و اغا درس هم معلوم و درس در آخواست خمشت خبر کردی بودم. پوچه د شورا د خواست خبر کړی چې داسې پرګرام لري پر تاسو باندې داسې. اما نهادهای امنیتی میگویند بررسی ها برای موشکافی این رویداد هنوز پایان نیافته است. اجازه تحقیق و بررسی قرار دارد. تمام جوانب موضوع نهادهای مسئول
چهل سالش کار میکنم. انشاءالله جزئیات بعدش بعدا شریک خواهم. سه مهاجم در داخل منزل آقای میرولی تا ساعت 3:30 بامداد به مقاومت در برابر نیروهای امنیتی پرداختند و سرانجام پس از نزدیک به 10 ساعت همه کشته شدند. مسئولیت این رویداد را هم طالبان پذیرفتند. گزارش از طارق ثاقب بود که با هم دیدیم. ناتو نزدیک به 400 میلیون دلار برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان کمک کرد. ناتو گفته است این کمک ها قرار است در 37 پروژه در افغانستان در بخش های مختلف نظامی به مصرف برسد. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید با گرفتن این کمک ها نیروهای امنیتی افغانستان توان بیشتر را در امر مبارزه با هراس افغانی پیدا خواهند کرد. اما آگاهان بر این باورند که با مدیریت ضعیف که رهبری وزارت دفاع دارد این کمک ها به گونه درست مصرف نخواهد شد. مرتضی پیکار با جزئیات بیشتر. کمک 390 میلیون دلاری ناتو برای افغانستان پس از نشست بروکسل و تعهد کمک های جامعه جهانی به افغانستان، ناتو قرار است این بار 390 میلیون دلار در بخش های نظامی به افغانستان کمک کند. این کمک ها قرار است در بخش های پرداخت معاشات، تقویت زیرساخت ها، بخش های لوجستیکی و فراهم سازی تجهیزات پزشکی و آموزشی به مصرف برسد. اعلام این کمک بیانگر تعهدات دوامدار ناتو و متحدانش به منظور حمایت و پشتیبانی مالی از ارتش و پلیس ملی افغانستان است. در همین حال وزارت دفاع کشور این کمک ها را گامی برای تقویت بیشتر نیروهای امنیتی کشور می داند و تاکید دارد که هنوز نیروهای امنیتی نیاز به کمک بیشتر دارند. ما یقینا با ارتقای زی قابلیت ها توان بیشتری را در مبارزه علیه تروریسم به دست خواهیم آورد و این قابلیت ها در تمام نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در جهت صلح و امنیت در افغانستان به کار برده خواهد شد. اما از سوی دیگر آگاهان باور دارند که این کمک ها اگر مانند کمک های سالهای پسین مدیریت نشود هیچ سودی برای مردم و نظامیان کشور نخواهد داشت. اگر استفاده سالم شد و ما به اصطلاح به جای اساسی او را مصرف کنیم و کل به افغانستان به اصطلاح یک دردش دوام شه و اگر به اون شکل سابقه باشه یک احسان دیگر است که بالای مردم افغانستان بار بشه. رهبری ضعیف ارتش از سوی وزیر دفاع ماهاست انتقادهای جدی را به همراه شده است، چنانچه جان نیکلسون فرمانده ماموریت قاطع اخیراً اعلام کرده است که فساد و رهبری ضعیف در ارتش یکی از دلایلی است که سبب تقویت گروه های هراس افغان شده است. همزمان با فرارسیدن روزهای کریسمس، وزیر دفاع آلمان از سربازان کشورش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دیدار کرد. اورزولا بامداد امروز وارد شهر مزار شریف شده و به دیدار سربازان کشورش رفت و وزارت دفاع آلمان گفته است که این دیدار همزمان با روزهای کریسمس در اخیر هر سال صورت میگیرد و این بار نیز بانو دیرلاین با دیدار سربازان کشورش وارد مزار شریف شده است. وزیر دفاع آلمان ابتدا از پایگاه منطقه‌ای نیروهای ناتو در مزار شریف در شمال کشور دیدار کرد. سفر وزیر دفاع آلمان به مزار شریف در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته پارلمان این کشور تمدید ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان را تا آخر سال 2017 تصویب کرد. مهمترین رویدادهای جهان ورزش را همکارم ادریس فاروقی گردآوری کرده است. از برگشت تیم ملی کرکت 19 سال به کابل تا انتخاب 18 چهره برتر برای حضور در تیم ملی هندبال ساحلی، شما و این بسته ورزشی. ملی پوشان کرکت 19 سال کشور با کسب 2 پیروزی و 2 شکست از رقابت‌های جام کرکت 19 سال آسیا امروز به کشور بازگشت. تیم ملی کرکت 19 سال کشور که پس از 1 ماه تمرین در هند برای حضور در رقابت‌های جام کرکت 19 سال آسیا وارد سریلانکا شده بودند، سرانجام با کسب 2 پیروزی برابر پاکستان و سنگاپور و با پذیرفتن 2 شکست در برابر بنگلادش و هند پس از چاشت امروز به کشور بازگشت. شکرالله عاطف مشعل رئیس عمومی بورد کرکت کشور هم پیروزی این ملی پوشان در برابر پاکستان و سنگاپور را دستاورد بزرگ برای کشور می‌داند. تارگتی که ما داشتیم، تارگت به دست آوردیم. تیم 19 سال ما بسیار
خوب درخشیدند در این بازی‌ها. تارگت ما این بود که فول ممبر ما شکست بدیم. فول ممبر نه تنها که فول ممبر شکست دادیم، بلکه پاکستان چمپیون این مسابقات بود در گذشته و به شکست دادن به پاکستان ما ثابت کردیم، تیم ما ثابت کردند که یا لیاقتی را دارن که انشالله در 2000 در ورلد کپ 19 ساله انشالله بهترین بدرخشند. رقابت های انتخابی تیم ملی هندبال ساحلی امروز با انتخاب چهره های برتر به پایان رسید. در این رقابت ها 200 ورزشکار از 6 ولایت مشمول پایتخت برای 5 روز با هم به رقابت پرداختند. سرانجام این رقابت ها با انتخاب 18 چهره برتر برای حضور در تیم ملی این رشته به پایان رسید. شهزاد محمدی لقب بهترین بازیکن کرکت سال در کشورهای درجه دوم را به دست آورد. شهزاد بازیکن با تجربه کرکت کشور در سال 2016 از سوی بورد کرکت جهانی حائز این عنوان شناخته شد. آقای محمدی در سالهای پسین همراه با تیم ملی کرکت کشور دستاوردهای چشمگیری داشته است و نیز به عنوان بازیکن در تیم کابل بازان لیگی که از سوی بورد کرکت کشور به همکاری تلویزیونی یک راه اندازی شده است بازی میکند. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزارم.